سرخط خبرها. انفجار در نزدیکی مقام ولایت پنشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داد. تلاش‌های طالبان برای حمله دوباره بر نیروهای جبهه مقاومت. اختلافات بین طالبان پای وزیر دفاع این گروه را به بامیان کشاند. یکی از نیروهای طالبان که به صورت جبری استخدام شده بود در غزنی فرار کرد. تیراندازی نیروهای طالبان بر یک مراسم عروسی در قندهار. حکمتیار از دستور طالبان برای حجاب اجباری زنان انتقاد کرد. افراد طالبان یک فرمانده پیشین نظام عامه را در شهر کابل بازداشت کردند. فراغت 60 تن از نیروهای کماندویی طالبان در قندوز. و سازمان ملل و همکاری اروپا میگوید افغانستان را نباید فراموش کنید. با تازه ترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 جوزا برابر است با 5 جون سال 2022 میلادی. مشروح خبرها. انفجار در نزدیکی مقام ولایت پنشیر موتور حامل طالبان را هدف قرار داده است. گزارش ها از پنشیر می رساند که شب گذشته یک انفجار در نزدیکی ساختمان ولایت پنشیر رخ داده است. گفته می شود که در این انفجار دو موتور طالبان تخریب شده اما تلفات جانی در پی نداشته است. در تازه ترین مورد جبهه مقاومت این حمله انفجاری را به عهده گرفته است و می گوید که این کار را در انتقام به بازداشت های خسرانه مردم توسط طالبان انجام دادند. تلاش‌های طالبان برای حمله دوباره بر نیروهای جبهه مقاومت. منابعی از ولایت‌های پروان و پنشیر خبر می‌دهند که گروه طالبان امروز از بازار چاریکار ولایت پروان و عنابه پنشیر تجهیزات لازم برای جنگ تهیه کردند. بر بنیاد معلومات منابع قرار است گروه طالبان فردا در بخش‌هایی از ولایت پنشیر به شمول قرارگاه حصارک، چمالورده و آستانه عملیات نظامی انجام دهند. باشندگان محل به این باورند که طالبان پس از شکست‌های پیهم در برابر نیروهای جبهه مقاومت ملی حالا قصد دارند ظاهر خود را نیز شبیه مقاومتگران و باشندگان پنشیر بسازند. با گفته منابع شماری از آنها حتی ریش و موی خود را نیز اصلاح کردند تا با این ترفند بتوانند به دستاورد بزرگ دست یابند. اختلافات میان طالبان پای وزیر دفاع این گروه را به بامیان کشاند. همزمان با سفر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به بامیان، درگیری مسلحانه میان افراد عبدالله ایوبی، طالب حضرت تبار و مدیر شهری اداره استخبارات این گروه با نیروهای قطعی سرخ طالبان صورت گرفته است. منابع محلی به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان پشتون تبار در پی سرکوب طالبان حضرت تبار بامیان برآمدند. با گفته منابع پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد از سمت ریاست استخبارات طالبان در بامیان، حالا طالبان پشتون تبار در تلاش برکناری و خلع سلاح برخی از طالبان حضرت تبار هستند. یکی از نیروهای طالبان که به صورت جبری استخدام شده بود در ولایت غزنی فرار کرده است. منابع محلی در شهر غزنی میگویند که روز گذشته یک قطار اکمالاتی که صدها جوان را از ولایت‌های جنوبی بسیج کرده و به سوی کابل به هدف اشتراک در جنگ پنشیر انتقال می‌داد به این شهر رسیده بود. با گفته باشندگان محل هنگامی که این قطار در ساحه روضه از مربوطات شهر غزنی رسید، یکی از جوانان که به زور استخدام شده بود خودش را به بیرون از موتر انداخته و به سمت باغ‌ها فرار کرده است. گفته می شود طالبان در پی فرار این جوان حدود 1 ساعت تلاش کردند تا وی را دوباره دستگیر کنند، اما با گفته باشندگان محل موفق به این کار نشدند.
تیراندازی نیروهای مسلح طالبان در یک مراسم عروسی در قندهار. منابع محلی در ولایت قندهار میگویند که جمعه شب در جریان یک عروسی طالبان تیراندازی کردند که در نتیجه آن برادر داماد زخم برداشته است. یک منبع در ولایت قندهار به روزنامه 8 صبح میگوید که پس از آنکه صدای موسیقی از یک عروسی بلند شد، طالبان خواستند برادر داماد را با خود ببرند و زندانی کنند. به گفته او بین مردم محل و جنگجویان طالب مشاجره صورت گرفت و طالبان به تیراندازی شروع کردند. شاهدان عینی میگویند که در جریان تیراندازی طالبان برادر داماد زخمی شده است و تا حال تحت مداوا قرار دارد. حکمتیار از دستور طالبان برای حجاب اجباری زنان انتقاد کرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از دستور طالبان درباره پوشش کامل صورت زنان انتقاد کرده و میگوید که این گروه پوشش خاصی را بر افغانها و ویژه زنان و دختران تحمیل نکند، چون درباره آن در قرآن و سنت چیزی گفته نشده است. آقای حکمتیار انحصارات را روز گذشته بیان کرده است و میگوید که صورت، دست و پا شامل عورت زنان نیست و به گفته او در این زمینه اجماع نیز وجود دارد. حکمتیار به حضور زنان در مراسم حج اشاره کرده و میگوید که در حج زنان نه صورتشان را میپوشانند و نه دستانشان را. افراد طالبان یک فرمانده پیشین نظام عامه را در شهر کابل بازداشت کردند. باشندگان کابل تایید میکنند که افراد طالبان یک فرمانده پیشین نظام عامه و از فرماندهان جهادی را در شهر کابل بازداشت کردند. یک منبع به روزنامه صبح کابل میگوید که این رویداد دست کم یک هفته پیش در شهر کابل رخ داده و طالبان او را در جریان یک محفل عروسی بازداشت کردند. این فرمانده پیشین نظام عامه حاجی عبدالرحمن سالنگی نام دارد و گفته می شود که حدود 20 روز پیش بعد دعوت کمیسیون شخصیت های سیاسی طالبان به افغانستان برگشته بود. فراغت 60 تن از نیروهای کماندویی طالبان در قندوز. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است که 60 تن از نیروهای امارات اسلامی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی کماندویی و عقیدتی از قول اردوی 207 عمری در قندوز سند فراغت گرفتند. این وزارت افزوده است که سربازان مذکور طی یک محفل با حضور مقامات نظامی و غیر نظامی فراغتشان را جشن گرفتند. گفتنی است که پس از روی کار آمدن مجدد امارات اسلامی در افغانستان، هزاران نفر از نیروهای این گروه آموزش های نظامی دیدند. و سازمان ملل و همکاری اروپا می گوید افغانستان نباید فراموش شود. اعضای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش درباره وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه صحبت کردند. کشورهای شرکت کننده در این نشست تاکید کردند که افغانستان نباید فراموش شود. هرچند در این نشست گفته شد که تمرکز جهان بیشتر بر تهاجم روسیه به اوکراین است، اما افغانستان نیز نادیده گرفته نشود. اعلامیه سازمان و همکاری اروپا در مورد تأثیرات وضعیت افغانستان بر زنان و مردان در کشورهای آسیای میانه نیز تاکید صورت گرفته است.